سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. با آموزش تزریق وابستگی در دات نت کور در خدمتون هستم و انشالله که در این دوره آموزشی بتونیم مباحث مختلف رو چه از لحاظ تئوری و چه از لحاظ عملی در محیط ویژوال استودیو و در فضای کد دنبال کنیم. پیش از اینکه موضوع تزریق وابستگی رو بررسی کنیم، ابتدا باید اصول برنامه نویسی سالید رو یک آشنایی داشته باشیم، راجع بهش یک مقدار صحبت کنیم و بعد به مبحث اصلی خودمون برسیم. دوستان عزیز، بیایید در نظر بگیرید که دو تا برنامه نویس داریم، یک برنامه نویس آماتور و یک برنامه نویس ارشد. خب یک برنامه نویس جونیور طبیعتا اینطوری هستش که تسلط پایینتری روی برنامه نویسی داره، در شرکت هایی که کار میکنن حقوق پایینتری رو دریافت میکنن، گاهن توانایی کار تیمی در اونها ضعیف تره، خب عدم ارتقا در این دوستان مشاهده میشه و در شرکت های کوچکتری مشغول به کار هستن. اما در حالات مقابل اگر یک برنامه نویس سینیر رو در نظر بگیریم، این عزیزان خب طبعا تسلط بالاتری در برنامه نویسی دارن، حقوق بسیار بالاتری رو دریافت میکنن، توانایی کار تیمی این افراد در مقایسه با برنامه نویس های جونیور بسیار بالاتره، درجات بالاتری رو در شرکت ها کسب میکنن و میتونن در کسب و کارها و در بیزینس های بزرگ مشغول به کار باشن. اما تفاوتی که وجود داره اینه که یک برنامه نویس جونیور عمدتا میاد به صورت انفرادی و بدون پترن مشخصی برنامه نویسی میکنه. خب طبعا برنامه هایی که بدون یک پترن مشخص هستن، بدون اصول تمرین شده یا بدون استفاده از best practice ها برنامه نویسی انجام میشه، توسعه پذیری این برنامه ها سختره، این برنامه ها شکننده و فرجایل هستن، به این دلیلی که بخش های مختلف برنامه به هم وابسته است. پس وقتی یک بخشی از برنامه رو میایید تغییر بدید، بخش های دیگه برنامه هم از بین میره. این برنامه ها ثابت و ایستا هستن، خب این دوباره نتیجه از شکننده بودن هستش. برنامه بخش‌های مختلف به هم وابسته است، پس خیلی نمیشه به برنامه دست زد. و همونطور که گفتیم، این برنامه‌ها بخش‌هایی دارن که خیلی اتصالات سفت و در هم تنیده‌ای رو دارن. در مجموع این موضوعات شاید این خواهیم بود که پرفورمنس برنامه و راندمان این برنامه‌ها پایین خواهد بود. اما در مقابل وقتی که از اصول برنامه نویسی استفاده میشه، چون این اصول در واقع فراگیر هستند یا اصولی هستند که در کتاب‌های حالا بین‌المللی، در کتاب‌های انگلیسی اینها اومدن و یک روش و مسیر مشخصی رو دارن، در گام اول میشه گفت که اینها قابل فهم برای سایر برنامه نویسان خواهند بود. برنامه که شما می نویسید در واقع قابل فهم برای سایر برنامه نویسان هست. طبعا نگهداری آسان تری دارن این برنامه ها، توسعه پذیر هستن، به خاطر که یکی از دلایل جدی که وجود داره اینه که بخش های مختلف برنامه مثل حالت قبل آنچنان سفت و در هم تنیده نیستن، نسبتا از هم مستقل هستن و در کل این برنامه ها چابک و غیر ایستا یا اجایل هستند. و همه این ویژگی ها منجر به این میشه که راندمان برنامه شما و اون نرم افزاری که داره توسعه میدید بالا بره. این دلیلی است که میبایست شما از یک اصولی برای برنامه نویسی خودتون استفاده کنید. وقتی هم میگیم اصول، منظور اصول ابداعی حالا نیست اینجا، منظور چیزهایی هستش که قبلا نگارش شده، به کتب تبدیل شده و امتحان خودش رو پس داده. آقای رابرت سی مارتین که به آنکل باب هم معروف هستن، ایشون اومدن در سال 2000 یک مقاله رو با عنوان Design Principles and Design Patterns منتشر کردن و توی این مقاله اومدند از یک سری مواردی یا یک سری اصولی برای برنامه نویسی صحبت کردن و گفتن که اینها یک سری best practice هستن که اگر شما اونها رو رعایت کنید، برنامه شما همون ویژگی هایی رو که در اسلاید قبلی گفتیم که چابک خواهد بود، غیر ایستا خواهد بود، توسعه پذیره، بخش های مختلف برنامه به همدیگه اتصالات صفر و در هم تنیده نخواهند داشت، این موارد رو برای شما برمغان میاره. بعدها آقای مایکل فدرز ایشون اومد و همون اصولی رو که آقای رابرت سی مارتین توی این مقاله آورده بودش، اون اصول رو آورد و با یک نامگذاری جالبی کنار هم دیگه قرار داد. نام اول هر کدوم از اون اصول رو، از اون پنج اصل رو، به این ترتیب با این آرایش کنار هم قرار داد و به این ترتیب گفتش که آقا این پنج اصل اسمشون هستش اصول برنامه نویسی سالید. خب این پنج اصل چه هستن؟ Single Responsibility, Open Closed, Risk of Substitution, Interface Segregation و Dependency Inversion. که وقتی حرف اول هر کدوم از اینها رو کنار هم دیگه قرار بدیم، میبینید که به کلمه سالید میرسیم و به این پنج اصل اصول برنامه نویسی سالید گفته میشه. در این دوره آموزشی به صورت ویژه ما راجع به اصل آخر، یعنی Dependency Inversion
یا معکوس سازی یا وارونه سازی وابستگی صحبت میکنیم و تزریق وابستگی روش اجرایی هستش که برای این اصل استفاده میشه. در درس های بعدی راجع به مباحث دیگه در خدمتون هستم. در این درس قصد داریم تزریق وابستگی رو به زبان ساده بررسی کنیم. خب ببینید، ما یک اصول برنامه نویسی سالید رو داشتیم که شامل 5 اصل بود و گفتیم که میخوایم راجع به اصل آخر یعنی dependency inversion یا معکوس سازی وابستگی صحبت کنیم. دوستان عزیز، معکوس سازی یا وارونه سازی وابستگی یک اصل تئوریه و موضوع عملیاتی رو اشاره نمی کنه. فقط بسید تئوری توضیح میده که پیاده سازی به طوری باشد که کلاس های بالا دستی تا حد امکان به کلاس های پایین دستی وابسته نباشن، یعنی وابستگی از بالا به پایین از کلاس های بالا دستی به پایین دستی نباشه. خب برای پیاده سازی این اصل تئوری ما روش های مختلفی داریم. یکی از این روش ها dependence injection یا تزریق وابستگیه. از dependency injection روش اجرایی این اصل هستش و این dependency injection که یکی از روش‌ها هستش در .NET Core ابزاری براش در نظر گرفته شده و پیاده سازی شده که شما خیلی راحت میتونید از اون ابزار استفاده کنید و در بحث تزریق وابستگی در درس‌های بعدم مشاهده میکنید که بسیار زیاد ما کمک میکنه و اجرا رو برای ما آسون میکنه و اون ابزار IOC container هستش که در .NET Core پیاده سازی شده. پس یک بار بیاید با هم دیگه این اسلاید رو جمع بندی کنیم. IOC کانتینر یک ابزاری است که اجازه میدهد ما بتونیم دیپندنسی اینجکشن رو انجام بدیم. دیپندنسی اینجکشن یک روش اجرایی برای پیاده سازی اصل وارونه سازی وابستگیه و اصل وارونه سازی یا معکوس سازی وابستگی هم یکی از اصول برنامه نویسی سالید. بیاید با هم دیگه دو تا پیاده سازی رو در حالت بلوک دیاگرام با هم دیگه مقایسه کنیم، اولی بدون تزریق وابستگی و بعدی هم با تزریق وابستگی. ببینید یک کلاسی داریم، کلاس A، یک سری پراپرتی داره و یک سری متد داره و یک موضوع خب خیلی مشخصی هست در برنامه‌نویسی شیگرا که همه شما عزیزان حتما آشنا هستید. یک کلاس پایین دستی داریم، کلاس B، که اون هم یک سری پراپرتی و یک سری متد داره و کلاس A میخواد از این متدها یا پراپرتی هایی که در کلاس B هست استفاده کنیم. خب روش سنتی که وجود داره اینه که ما میاییم یک اینستنس از کلاس B در کلاس A ایجاد میکنیم و بعد این ترتیب کلاس A میتونه با استفاده از اینستنسی که از کلاس B ایجاد شد از اون پراپرتی ها و متدها استفاده کنه. خب اینجا میبینید که یک اتصال بسیار سفت و محکمی، یک کاپلینگی بین کلاس A و کلاس B برقرار میشه که خب این خوب نیست. هدف اون اینه که این کاپلینگ نه اینکه حذف بشود ولی تا حد بسیار بسیار زیادی سست بشود و تغییراتی که در کلاس B به وجود میاد به کلاس A منتقل نشه. الان ببینید اگر کلاس B دچار تغییرات بشه به سادگی این اینستنس دیگه کار نمیکنه و پیاده سازی که کلاس A خواست از این اینستنس استفاده کنه و انجام بده بود از بین میره. خب اما با استفاده از تزریق وابستگی شرایط به چه صورتی خواهد بود؟ ببینید همون کلاس A رو داریم با اون پراپرتی ها و متد های خودش و حالا فرض کنید یک کلاس B داریم، مثلا اسمش رو می‌ذاریم B1، یعنی می‌خوام این توضیح رو بدم که میتونه حتی پیاده سازی های بیشتری هم از اون کلاس های پایین دستی وجود داشته باشه. این کلاس B1 اینترفیس رو براش طراحی می‌کنیم. پس B1 یک پیاده سازی از اینترفیس B هستش. این اینترفیس B میتونه پیاده سازی دیگری هم حالا داشته باشه که در ادامه بهتون توضیح میدم. کلاس A به اینترفیس وابستگی پیدا می‌کنه. پس این وابستگی که اینجا بین کلاس A و کلاس B بود در حالتی که می‌خوایم تزریق وابستگی انجام بدیم بین کلاس A و اینترفیس کلاس B ایجاد میشه، نه خود کلاس B. در نتیجه اگر کلاس اینترفیس B پیاده سازی دیگری هم داشته باشه مثل B2 هیچ اشکالی به وجود نمیاد، یعنی اگر کلاس B1 B2 B3 B4 همینجوری الی آخر پیاده سازی‌های مختلفی رو از این اینترفیس برمغان بیارن هیچ تغییر و هیچ اشکالی برای کلاس A به وجود نمیاد. حالا نکته اینجاست، خب کلاس A چطوری بیاد از یک کدوم از این پیاده سازی ها به عنوان مثال استفاده کنه؟ مثلا میخواد از پیاده سازی B1 استفاده کنه یا از B2 استفاده کنه، چطوری باید استفاده کنه؟ بدین ترتیب اینستنس اون پیاده سازی، مثلا میخوایم از B2 استفاده کنه، اینستنس B2 بیرون از کلاس ساخته میشه و به کانستراکتور کلاس پاس داده میشه. خب کلاس A داخل کانستراکتور خودش اینستنس B2 رو میگیره و از اونجایی که این وابستگی رو به این اینترفیس هم داشته B2 رو میشناسه و به راحتی میتونه از پیاده سازی B2
استفاده کنه. خب موضوع پیچیده ای نیست، وقتی در فضای کد بهش بپردازیم متوجه میشید که مبحث بسیار ساده هستش، ولی این بلوک دیاگرام تا حد بسیار زیادی به درک موضوع کمک میکنه. بیایید بحث IOC کانتینر و ابزاری که در دات نت کور هست رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چطوری به ما کمک میکنه. خب همون کلاس A رو فرض کنید داریم، مثلا یک اینترفیس B داریم و اینترفیس B میتونه خودش دو تا پیاده سازی داشته باشه، مثلا کلاس B و کلاس B2. خب کلاس A به اینترفیس B وابسته است. فرض کنید یک سری پیاده سازی های دیگه هم وجود داره، یک سری کلاس های دیگه هم وجود داره که کلاس A قرار از اونها استفاده کنه. مثلا کلاس C اومده پیاده سازی از اینترفیس C رو اجرا کرده. همینطور میتونه یک سری کلاس های دیگه باشه، مثل کلاس D که اومده پیاده سازی اینترفیس D رو انجام بده. پس کلاس A میخواد از همه این پیاده سازی ها در داخل خودش استفاده کنه و همونطور که گفتیم این اتصال به اینترفیس ها انجام میشه، برقرار میشه و نه به پیاده سازی ها. IOC کانتینر فضایی است که دات نت کور این رو پیاده سازی کرده و مثل یک مخزن میاد از تمام اینترفیس هایی که وجود داره و همه پیاده سازی هایی که شما انجام بدید یکی یک اینستنس یا حتی چند اینستنس ایجاد میکنه. مثلا فرض کنیم یک اینستنس ایجاد میکنه، پس یک اینستنس از B2 ایجاد میکنه، یک اینستنس از B، از C و از D و در نهایت چیکار میکنه؟ اینها رو با توجه به آرایشی که شما بهش بگید در برنامه نویسی به کانستراکتور شما پاس میده. پس شما در کلاس A در کانستراکتورش هر اینستنسی رو از هر پیاده سازی که بخوای خواهید داشت و از اون اینستنسی که از طریق IOC کانتینر پاس داده شده به کانستراکتور میتونید استفاده کنید و از ویژگی های این کلاس ها استفاده کنید. میبینید که اگر مثلا اینترفیس C بیاد یک پیاده سازی دیگری مثلا C2 داشته باشد، هیچ تغییری تو کلاس A به وجود نمیاد. اساسا تزریق وابستگی دوستان عزیز مسئله و نکتهش اینه که اعمال تغییرات در این کلاس های پایین دستی منجر نشود که شما مجبور شید بیایید در کلاس بالا دستی هم بخواید تغییرات اعمال کنید. در درس های بعدی این موضوع رو هم بیشتر بررسی میکنیم و هم به فضای کد میرسیم. با ادامه مباحث آموزش تزریق وابستگی در دات نت کور در خدمتتون هستیم. خب در این درس قصد داریم که یک مثال عملی رو در ابتدا توضیح بدیم و بعد اون رو در دروس بعدی در فضای کد واقعا پیاده سازی کنیم. مثال عملی که خدمتتون توضیح میدیم این هستش که فرض فرمایید یک وبسایت فروشگاهی دارید. خوب به این موضوع و به مبحثی که مطرح میشه دقت بفرمایید که در فضای کد انشالله بتونید همین موضوع رو دنبال بفرمایید. این وبسایت فروشگاهی میتونه سرویس های مختلف یا ماکروهای مختلفی رو داشته باشه. مثلا یک کلاسی داره یا یک ماکروی داره. حالا اگر با معماری ماکرو سرویس آشنا هستید میتونید بگید یک ماکرو، یا میتونید بگید کلاس، مشکلی نداره. یک کلاسی داره، کلاس مدیریت سفارش ها. یک سرویس دیگر یا کلاس دیگری داره، مثلا مدیریت محصولات، مدیریت تخفیف ها و کیف پول مشتری. اینها کلاس های اصلی این برنامه هستند. این وبسایت فروشگاهی شما هستن که می‌بینید در دامین اصلی برنامه گنجونده شدن. حالا یک کلاس دیگری یا یک پیاده سازی دیگری وجود دارد، مثل ارسال پیام. می‌بینید اینو خارج از این دامین اصلی نمایش دادیم. این پیاده سازی موضوعی است که خارج از دامین اصلی قرار گرفته و مثلا کلاس مدیریت سفارش ها قرار بیاد از این پیاده سازی ارسال پیام استفاده کنه. خب ببینید علت چی هستش که راجع به دامین اصلی صحبت کردیم؟ ببینید دوستان، فرض فرمایید شما یک وبسایت فروشگاهی دارید پیاده سازی میکنید. پس وبسایت شما خیلی خوبه که رو مدیریت سفارش ها، رو مدیریت محصولات و سرویس هایی که در دامین اصلیش هست حرفی برای گفتن داشته باشه و سرویس های خیلی خوبی رو ارائه کنه، به مشتری خدمات خوبی رو ارائه کنه. اما ارسال پیام آیا جزء ویژگی های بارز وبسایت شما خواهد بود؟ خب پاسخ اینه که خیر، وبسایت وبسایت فروشگاهیه. پس ارسال پیام چیزی نیستش که در واقع تو دامین اصلی باشه، بلکه بیرون از این دامین قرار گرفت. یعنی ارزم این هستش که یک کلاس پایین دستیه که کلاس های بالا دستی، این کلاس های بالا دستی قراره بیان از این کلاس پایین دستی استفاده بکنن. نکته ای که هست این هست که گفتیم باید پیاده سازی به گونه ای باشد که اگر این ارسال پیام در آینده تغییر کرد و یک شکل دیگر یا یک پیاده سازی دیگری مثلا داشت، منجر به ایجاد و اعمال تغییرات در این سرویس های اصلی نشود. خب بیایید به صورت بلوک دیاگرام مثالمون رو واقعا بررسی کنیم. یک کلاسی داریم به اسم Order Management. اسامی هم همینطور به همین ترتیب در مثال عملی دنبال خواهد شد که شما بتونید
این بلوک دیاگرام رو با مثال عملی راحت تطبیق بدید و مباحث رو انشالله بسیار راحتتر و بهتر متوجه بشید. پس یک کلاس اصلی داریم، کلاسی که در دامین اصلی ما از مدیریت سفارش ها. این اوردر منیجمنت یک متدی داره به اسم سیو اوردر که یک پیاده سازی داره، مثلا میاد شماره سفارش مشتری رو میگیره و بعد میاد اون رو در دیتابیس ذخیره میکنه و یک سری کارها انجام میده و در نهایت هم یک خروجی از جنس بولین، یک تروی یا فالس برمیگردونه که مثلا سفارش درست ذخیره شد یا نذخیره نشد. این پیاده سازی رو ما کاری نداریم. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از اینکه این متد سیو اوردر که در کلاس اوردر منیجمنت هست کارش تمام شد، میخواد یک پیام، یک نوتیفیکیشن به مشتری ارسال کنه و مثلا بگه که سفارش شما با موفقیت ثبت شد. اینم مثلا شماره پیگیری. درسته؟ اینجا اونجاییه گفتیم کلاس بالادستی میخواد از یک کلاس پایین دستی یا از یکی از متدهای کلاس پایین دستی استفاده کنه. یک اینترفیس ایجاد میکنیم به اسم آی نوتیفیکیشن که این آی نوتیفیکیشن اوردر منیجمنت یک اتصالی به این آی نوتیفیکیشن خواهد داشت. درسته؟ آی نوتیفیکیشن پیاده سازی های مختلفی میتونه داشته باشه. یعنی چجوری نوتیفیکیشن ارسال بشه؟ مثلا ایمیل بشه. پس ایمیل نوتیفیکیشن داریم که یک متد سند داره و یک خروجی از جنس استرینگ هم برمیگردونه، مثلا میگه ارسال ایمیل با موفقیت انجام شد. همین آی نوتیفیکیشن میتونه یک پیاده سازی دیگه داشته باشه به اسم اس ام اس نوتیفیکیشن که این اس ام اس نوتیفیکیشن هم همون متد سند رو داره. دوستان ببینید همون متد رو با همون فرمت، یعنی استرینگ برمیگردونه و همون ساختار داره، حتی با همون املا، ولی پیاده سازی داخل متد سند فرق می‌کنه. نکته اینجاست که اگر شما از سند کلاس ایمیل نوتیفیکیشن استفاده بکنید یا بخواید از متد سند کلاس اس ام اس نوتیفیکیشن استفاده بکنید، این تغییر این کلاس به این کلاس یا کلاس‌های بعدی نباید تغییر ایجاد کنه در پیاده سازی که در کلاس اصلی یا اوردر منیجمنت انجام دادید. خب آی اس کانتینر رو هم حتما در مثال اولیمون داریم، جزء مبحث اصلی این کورس هستش. در داخل آی اس کانتینر یک اینستنس از اس ام اس نوتیفیکیشن ایجاد می‌کنیم و یک اینستنس هم از ایمیل نوتیفیکیشن در واقع خواهیم داشت. این دوتا اینستنس به کانستراکتور داده میشن. حالا سند نوتیفیکیشن میاد از متد سندی که توی این دوتا اینستنس وجود داره، حالا هر کدومی که ما بخوایم، مثلا بگیم از پیاده سازی اس ام اس استفاده کن یا از پیاده سازی ایمیل استفاده کن، میاد از اون استفاده میکنه. پس اینستنس مربوطه رو، مثلا اگه قرار باشه از این اینستنس استفاده بشه، اینستنس مربوطه رو میگیره، یعنی وابستگی وجود دارد به کانستراکتور، اینستنس مربوطه رو میگیره و سند رو انجام میده. با در نظر گرفتن آنچه که در این درس توضیح داده شد به عنوان مبحث تئوری مثال عملی، در دروس بعدی ما وارد فضای کد و ویژوال استودیو میشیم و همین مثالی که خدمت توضیح داده شد با کدهای بسیار ساده و ابتدایی، اصلا نگران پیچیدگی نباشید دوستان عزیز، همینطور که با من همگام هستید، حتما این مباحث رو به سادگی هر چه تمام‌تر یاد می‌گیرید و در پیاده سازی‌ها و در نرم افزارهایی که خودتون دیولپ می‌کنید هم استفاده می‌کنید.